سربازیه. میخواستم یه خاطر از دوره سربازیتون بگیم. یعنی مثلا تو این دورم از هنرهای دور بودی نبودی؟ نه، من دوران سربازی آتلیه داشتم به نام نگارخانه سبز. چون اول 32 سالم بود رفتم سربازی، بعد چون زن داشتم یه شنبه ها تعطیل میشه، می داشتم پنج شنبه و جمعه هم که تعطیل داشتم که به آتلیه هم میرسیدم. بعدم انقدر منو دوست داشتن تیمسار و میمسار و فلان اینا که برای اینکه برایش پلاک میذاختم، کارهای مختلف میکردم اینا، رو از سربازی خیلی راحته. بعدم اداره مهندسی نیروی هوایی رفتم، اونجا هم کار همش نشسته و نقاشی میکردم. من دو سال دبیرستان روزه شدم، کلاس هفتم و به کلاس نهم. از بس نقاشی میکردم دیگه پدرم آسی شده بود، گفت تو چی کاره میخوای بشی؟ میخوای نقاشه قهوه خونه ها به تو قهوه خونه ها نقاشی کنی؟ گفتم که نه نه با آقا جو چیز بسار نقاشی هم جمع میکرده. نه جمع میکرد و من همه معلم هم دیگه ببین من تو دبیرستان هم دکور میساختم برای تئاتر مدرسه، هم گریم میکردم، هم خودم بازی میکردم. این تو دبیرستان. بعد کلاس همه معلم هم فکر میدونید که من مثلا نقاش میکرد. کلاس ششم متوسط هر سال هم سه چهار تا حداقل چهار تا تجدیدی داشتم. به زور قبول میشدم میادم کلاس بارده. بعد کلاس ششم متوسطی که بودم عکس پدر و مادر و زن معلمامونو میکشیدم تو بشقاب بهش کادو میکردم. یه همه متوجه شدن که من واقعا نقاش میشم. بعد اون سال بدون تجدید کلاس دوازدهم که اینقدر سخت بوده اینا یک ضرب قبول شدم. خودم باور نمیکردم. بعد قبول شدم گفتم خب چیکار برم. اولین سال هم بود که کنکور گذاشته بودن. گفتم خب برم، من که قبول نمیشم ولی حالا میرم چیز میکنم، اسمم بنویسم. اسم نوشتم و بعد موقع کنکورم تمام چیزی که بلد بودم تیک زدم. یک دونه غلط نشد، چون غلط پوان منفی داره دیگه اینا. اینا بعد اصلا باور نمیکردم قبول، چون به کسی کاری ندارم، از هر کاری هر کسی بخواد بکنم سود و زیانشم خودش میکشه در صبح. ولی آقای آقاداشلو یکی از باسوادترین هنرمندان دربار هنر قدیم و جدید ایران، یکی از باسوادترینش. واقعا نقاشیاش هم خب خیلی خیلی نقاش خوبی هم هست و اینا. خیلی ها بودن هستن الان که بعض وقتا مثل متاسفانه ابراهیم جعفری مثلا فوت کرد. دیشب مثلا یه مهمون من ابراهیم حقیقی بوده که اونم خیلی گرافیس و چیز خوبیه. من مثلا فیلم انیمیشن که ساختم اصلا من انیمیشن بلد نبودم. من از نیرو هوایی که افسر نیرو هوایی بودم من آبادان کانون رو گفتن که شما فیلم انیمیشن ایرانی بسازی. گفتم من اصلا نمیدونم سناریو چیه، دکوپاش چیه، فلان چیه، اصلا از سینما هیچی نمیدونم. گفتن در صورت گفتن شما به خب یه نوشته، سناریو هم نه، یه نوشته خیلی سخت آقای شیروالو به من داد که اینو فیلم انیمیشن بسازم که فیلم هفت شهر رو ساختم. همکاری با احمد شاملو چطور؟ خاطره دارید؟ نه همکاری نداشتیم با هم، ولی فیلم منو که دید خوشش اومد که در واقع دیالوگش رو اون چیز کنه. ولی انیمیشن خیلی مشکل بود. من اصلا
هیچ چی نمیدونستم از سینما. حتی فیلم دومم که سناریوش خودم نوشته بودم به نام حسین سماکار که قصه رو داده بود که این فیلم تو آمریکا جایزه بهترین سناریو رو گرفت، ولی اصلا برای من مهم نبود. فیلم انیمیشن ایرانی رو اولین کسی که ساخت من بودم، نصرت کریمی بود. اینا در صورت همه با هم همکاری میکردیم، همه باید همه با هم همکاری بکنن تا یه دنیای بهتری داشته باشه. 62 سال دوستی با عباس کیارستمی. 62 سال با عباس کیارستمی دوست بودیم، همش با هم بودیم. که من آقای کیارستمی فقط 10 روز باش نبودم، اونم چون ازدواج کرده بودم، ما رفته بودیم ماه عسل، سر این بود که ولی همش تا روز که فوت کرد باشه. و هیچ وقتم بیمارستان نرفتم ببینمش، چون دوست داشتم این زمان سالم بودنش و با هم بودیم و اینا از مغز من اون دوران خوش بیرون نره. رون از چیز مثلا کسی که میمیره میان مثلا چیز میکنن وقتی تو قبر میذارن روشون رو پس میکنن که دیگران بیبه. من هیچ وقت حالا نه برای پدرم نه مادرم نه دو تا خواهرام که فوت کردن هیچ وقت نرفتم. همیشه اون روزهای خوبشون در مغزم هم میمونه، در خاطر هم میمونه. من از هیچ کسی کینه ندارم، در که خیانتهای زیادی به من شده بود، خیلی نزدیکتر دوستم، ولی حتی هیچ وقت به روشون نیوردم، هیچ وقت بهشون نگفتم و تو آتلی من کار میکردن برای خودشون. و تنها کسی که گفتیم بگه که هیچ وقت خیانتی نکرده عباس کیارستمی. آره آره آره. من یکی اولا که تو این حراجی رو شرکت نمی کنم. اون اولش که چیزه یکی دوباری که دوستم به زور خورسو بهم گفت که حتما تو باید شرکت که تو دو تا از چیزاشه. بعدم هر کاری هر چی اومده هم گفتم که من نمایشگاه نمیذارم. تو فکر میکنی که حراجی باند بازیه، ولی خب صد در صد الان نسبت به حراجی تهران همچین نگاهی رو داری؟ من شما چیزه هستی هم چیزه، ولی من نمیخوام که در واقع صحبت چه بکنین اینا. تا وقتی زنده هستم دوست دارم توی هر جایی کنم، بعد از من پسرم هر کاری خواستم بکنم. چنین به نظر میرسه که کارنامه هنری شما به قبل و بعد از انقلاب تقسیم بندی میشه. قبل از انقلاب بیشتر فیلم و انیمیشن و حتی تصویرسازی، بعد از انقلاب بیشتر نقاشی پررنگتر میشه. خودتون چقدر به این تقسیم بندی باور دارین؟ ببینید من قبل از انقلاب اولا ویترای من به وجود آورده بودم 1337، خیلی هم کارم زیاد بود. بعد کار تبلیغاتی میکردم برای سردر سینما ها، پلاکات های بزرگ میساختم، خیلی کارهای مختلف. و هیچ وقت هم نمایشگاه جایی نذاشتم قبل از انقلاب، اما فیلم هم هر جای دنیا که میرفت حتما میرفت رو پرده. جایزه خیلی زیادی گرفتم. بین 2000 فیلم رخ من جایزه اول گرفت. خیلی جایزه، دوبار جایزه سول گاندی گرفتم. خیلی جایزه مختلف زیادی گرفتم. حداقل 40-45 تا جایزه گرفتم. خیلی جایزه، ولی اصلا هیچ مهم نیستش. هیچ اینا مهمه. مهم اینه که عاشق همه باشم، همه رو دوست داشته باشم. به خدا قسم مثلا یه پیرمردی میبینم زیر بغلش مثلا دو تا نونه داره میره خونش که با زن بزه، میگم بری نوشی جونتون، ایشالله
بهترین غذا رو بخورید، با عشق بخورید، زندگی کنید. وقتی نقاشی میکنم چون زبونم بلد نیستم، همین موزیک تو مغز من خیلی اثرهای خیلی خیلی خوب میذاره. من موزیک اینجوری دوست دارم. خیلی کم از هنرمندان ایران، مثل برنانو مثلا خیلی دوست داشتم، مرزی هر رو دوست داشتم. اولین موسیقی هایی که خیلی دوست داشتم موسیقی های ایتالیایی بوده، ایتالیا و فرانسوی و اینا بوده. زبونشون هم اصلا بلد نیستم، ولی اون ریتم خوندنشون و چیزای ایناشون خیلی فرق میکنه. توی فیلم های کوتاهی که در قالب مستند از زندگی علی اکبر صادقی میبینیم، انگار که موسیقی نقش پررنگی داره تو زندگی علی اکبر صادقی. اگر موزیک رو هنگام کار کردن از شما بگیرن چه اتفاقی میفته؟ خودم یه قابلمه میذارم بقید دستم، از دستم باید چکش نمیذارم روش. یعنی باید حتما نه، هیچ چیزی در دنیا حتمانی نیست. کارهای نکرده علی اکبر صادقی چی هستن؟ یعنی کارهایی که باید انجام میشده و نشدن، یا کارهایی که قرار هست انجام بدیم؟ اسکیچ یا طراحی دارم که اینا رو اجرا نکردم. این حدود 400 تا بوده، حدود 200 تاش رو اجرا کردم و به خیلیش اجرا نشده، یا قابل اجرا نبوده یا وقت نکردم اجرا کنم. من هی دوست دارم که تنوع داشته باشه کارم. هر چند سال یه بار هی چیز میکنم، هی سبکم عوض میکنم، تکنیکم عوض میکنم، میخوام کار جدید بکنم، چیز میکنم. اینجوری. این یعنی در آینده ما ممکنه شاهد یه تغییر تو روند کاریتون باشیم؟ همین کاری که دارم میکنم. یکم برامون توضیح میدونی که این یه سری دیوها روی درخت ها نشستن و قلاب انداختن، آدم ها رو دارن میکشن بالا. بچه چایی میخوری؟ نه مرسی. اگه میخوری شما تو به من چی کار داری؟ جمشی، یه سال افسرده شده بودم و این افسردگی بومم جلومه کلی تر رایی داشته میتونستم اجرا کنم، ولی بی نقاشی کردن زوری نیست. من نه به خاطر پول کار میکنم، نه زوری، هر جوش که دلم بخواد کار میکنم. ببین نقاشی یه چیزی که این یه مقدار آدم باید زبونش رو یاد بگیره. من دوست ندارم رو کارم اس بذارم، دوست دارم که هر فکری که هر چیزی که اون بیننده فکر میکنه، یعنی نمیخوام یه لاینی بهش بدم که بگم تو این لاینی که من میگم شما حرکت کنید، میگم یه آزادی با اون اسبتون بتازی رو پشت اون کوه، هر جو دوست دارین فکر بکنید. الو سلام، مرسی قربان جون. نه عجب، خواهیم بفرمایید. هیچ وقت به حضور تو فضای دانشگاه فکر کردیم به عنوان استاد دانشگاه حضور داشته باشیم؟ من اول هیچ جایی استخدام نشدم. برای کارنم که فیلم میساختم قراردادی کار میکردم. یه بار بعد از آن قبل از انقلاب دانشگاه هنر یه 3 ماه سینما انیمیشن درس دادم. خورد به انقلاب، خوشحال شدم که دانشگاه تعطیل شده. بعد از انقلاب یه روز آقای ممیز اومد گفت که بعد از انقلاب بود که ما استادی برای تحصیلگری نداریم، اگه ممکنه تو بیا چیزا. گفتم که من دوست ندارم اصلا درگیر این باشم، فلان روز باید برم بعد کلاس درس بدم. خب به زور منو برد. من 3 ماه
اونجا دانشکده هنر زیبا دیدم اینقدر بچه ها تنبلن قد تنبلن خودم ده گفتم که آقا مهد من سمام که بودم پول هیچی نمیخوام خدا حافظ هی گفت هرچی ازا گفتم که به هیچ آقا رون از من هیچ وقت هیچه ولی دانشجو ها کسایی که برای پروژهشون یا دکتراشون استاد راه نما میخوان اونو اون کمک رو میکنم هیچ پولی هیچی هم نمیخوان یکی از نکات جالبی که وجود داره حضور چهره خودتون به عنوان سوژه در آثارتون هستش ایده این که علی اکبر صادقی هم به عنوان سوژه در تابلوها وجود داشته باشه از کجا شکل گرفته؟ یه نقطه کار بود تو همین نمایشگاه که همین پورتره خودم بود ولی هیچ وقت آدم چون خودش بیشتر از هر کسی هر چیزی تو آینه نگاه میکنه ریش میزنه فلان میکنه دندون مسواک میزنه اینا دور از ناخودآگاه در مغز آدم این میمونه و این غیر ارادیه شما برید از موزه های معروف مثل موزه لوور مثلا اگه برید تو انبارشون اینقدر تابلو از خدا میده ولی بی خود نیست که اثر یک هنرمند میاد رو دیوار موزه و برهمیشه هستش باید بالاخره تاریخ معلوم میکنه که کی هنرمند هستش انسان خطاکار هستش من از داعش بدم نمیاد از طالبان بدم نمیاد این شستشوی مغزی که به این آدم ها دادن این شستشوی مغزی هست که آدم ها رو چیز میکنه ما باید کاری بکنیم دنیای خوبی داشته باشیم اون مدینه فاضله رو به وجود بیاریم اون مهم هستش وگرنه انسان خطاکاره یک دو درسته